سلام دوستان، امروز سه‌شنبه 7 اردیبهشت رفتم ملاقات برادرم محمد حسین سپهری. از 11 فروردین تلفنش رو قطع کردم به مدت 3 ماه و من هر هفته فقط ملاقات کابینشون رو میبینم. امروز که رفتم گفت دو روز پیش آقای اومده به نام آقای جاهدی به بند 6-1 گفته من از این به بعد مسئول حفاظت زندان وکیل‌آباد هستم و آقای رنگساز کنار رفته از این پست. و شرح حالی از برادرم سوال کرده بود. برادرم گفته منو ممنوع تماس کردن به مدت 3 ماه. آقای جاهدی گفته بود اصلا همچین کاری غیر قانونی هست. بگو خانوادت برن پیش آقای دهقان قاضی ناظر زندان و سوال کنن. اصلا همچین کاری غیر ممکنه برای یک زندانی به مدت 3 ماه تلفنش رو قطع کنن. بعد سالن ملاقات که تموم شد من با برادرم حسین رفتیم دفتر آقای دهقان و آقای دهقان هیچ جوابی به ما نداد. هیچ توجهی به حرف ما نکرد. و ما به این نتیجه رسیدیم که آقای خامنه ای به زندانبانهاش دستور داده که تا پایان این که دیگه کلن شمال جنوب رو به همکیشان کمونیستش تحویل بده و پست ریاست جمهوری رو به دزد بعدی صدای زندانیان سیاسی رو قطع میخواد بکنه. برادر من به مدت 3 ماه تا برج 4 ممنوع تماس اعلام شده. به چه گناهی؟ آقای خامنه ای تو مدعی هستی که پیرو و علی ابن ابی طالبی. و علی ابن ابی طالب گفت الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. خامنه ای بترس از خشم ملت. تو اگه تا حالا هر کار کردی یا مردم بیخبر بودن و یا ندونستن که تو داری چه کار میکنی. مشتت باز شده آقای خامنه ای. جنایت های تو یکی دوتا نیست آقای خامنه ای. آفتاب دولتت رو به پایانه، رو به غروبه. آقای خامنه ای دست از این همه ظلم و جنایت بردار. در آستانه روز معلم هستیم. برادر من در زندان وکیل‌آباد بدون هیچ گناه و جرمی 2 ساله که در زندانه و لاتا و اراذل اوباش زندان پیش کردن قاچاقچی ها و آدمکش های داخل زندان. برادرم در 2 نوبت کتک زدن. برادرم رو مریض کردی آقای خامنه ای. برادرم گفت امروز من بسیار حالم بده. من امروز به برادرم دارو آوردم تحویل زندان دادم. از 2 ماهه که در رفت آمد دارم دستگاه فشار خون میبرم و دستگاه فشار خون رو به من برگردوندن. ما رو این همه نگران و تحت فشار قرار نده آقای خامنه ای. آقای خامنه‌ای بترس از خشم مردم.